پس از آن که 27 سال پیش افغانستان بزرگترین هواپیمایش را فروخت، تا کنون بخش هوانوردی افغانستان هواپیمایی با آن ظرفیت و قابلیت در اختیار نداشته است. هواپیمای DC-10 که از بزرگترین هواپیماهای آن زمان در جهان بود، در زمان ماموریتش در افغانستان، گذشته از آن که موفقیت‌های زیاد تجارتی را نصیب آریانا ساخت، در معرفی ظرفیت هوانوردی افغانستان و دیگر کشورها نیز نقش چشمگیری داشت. اما این هواپیمای غول‌پیکر سرنوشت غم‌انگیزی در افغانستان داشت. هواپیمای غول‌پیکر DC-10 که 32 سال پیش بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان به شمار می رفت، در ماه میزان سال 1358 خورشیدی با طی یک مسافت در حدود 20 ساعته از ایالات متحده آمریکا وارد فضای کابل شد. این هواپیما تازه ترین خرید شرکت آریانا بود که پس از بررسی و مطالعات زیاد برای خرید یک هواپیمای جمبو جت از سوی این شرکت صورت گرفته بود. DC-10 نه تنها در کشورهای منطقه یک هواپیمای کمیاب بود، بل بسیاری از کشورهای اروپایی نیز هوس داشتن چنین هواپیمایی را داشتند. DC-10 با یک انجن اضافی و پرزجات مورد نیاز، با استفاده از 45 میلیون دلار قرضه های 5 بانک تجارتی اکسپورت امپورت آمریکا، چیز منهاتن بانک نیویورک، کانتیننتال بانک شیکاگو و اکسپورت دیولپمنت کارپوریشن کانادا با 54 میلیون دلار خریده شد و قرضه های این بانک ها از جانب افغانستان بانک تضمین شد و موافقه شد که قرضه دهندگان در بدل پولی که از آنها قرض گرفته شده بالای هواپیما حق تصرف و توقف را داشته باشند. هواپیما زمانی وارد افغانستان شد که فضای سیاسی کشور به شدت متشنج بود و انقلاب طرفداران شوروی در کابل به تازگی پیروز شده بود و زمام امور را به دست داشت. این یعنی مخالفت غرب با رژیم تازه افغانستان و احتمال انواع تحریم ها. از همین رو این هواپیما از همان آغاز فعالیتش در افغانستان با انواع خطرات روبرو بود، زیرا که پیش از این و در سال 1357 شرکت پان امریکن که از سهامداران شرکت آریانا بود، با پیروی از سیاست ایالات متحده آمریکا همکاری خود را با شرکت آریانا قطع و کشورهای غربی نیز با قطع نمودن همکاری های تکنیکی و پروازهای آریانا به مارکت اروپا، سیاست ایالات متحده را دنبال کردند. از سوی هم آریانا در یک رقابت شدید با شمار زیادی از شرکت های هوانوردی جهان قرار داشت و خرید یک هواپیمای غول پیکر از سوی این شرکت بسیاری از این رقبا را به ویژه در لندن، پاریس، ایتالیا و هند به هراس افگنده بود. از همین رو با استفاده از اوضاع سیاسی انواع مشکلات را در برابر آریانا قرار دادند. DC-10 که با یک ظرفیت بزرگ وارد ترانسپورت هوایی افغانستان شده بود، از همان ابتدای کار با مشکلات جدی روبرو شد. با آنکه هواپیما ظرفیت انتقال بیش از 300 مسافر را داشت، اما با ظرفیت 223 مسافر تنظیم گردید، ولی با این هم کشورهای فرانسه، ایتالیا و هندوستان از فرود آمدن این هواپیما به میدانهای هواییشان به بهانه عدم هماهنگی تجارتی معذرت خواستند و انگلستان محدودیت‌های معینی در برابر فرود آمدن DC-10 و میدانهای هوایی آن کشور طرح نمود، طوری که آریانا حق نداشت در هر پرواز بیشتر از 146 مسافر و 10 تن کارگو را به لندن انتقال دهد. مشکل دیگری که با خریداری این هواپیما در برابر شرکت بروز نمود، کمبود پرسنل ورزیده بود، زیرا با پیروزی انقلاب ثور در کشور، در حدود 1000 تن از کارمندان ورزیده آریانا ترک وظیفه کردند. اما با این هم DC-10 با سخت کوشی کارمندان و پیلوت های شرکت آریانا وارد بازار رقابت شد و همواره فعالیت های تجارتیش مثبت بود، تا اینکه در ماه عقرب سال 1359 اولین ضربه تکنیکی را متحمل شد و آن این که هواپیما هنگام نشست در میدان هوایی کابل در آخر رنوی از خط خارج شد و دو انجن آن به شدت آسیب دید. DC-10 با مصرف شرکت بیمه به فرانسه انتقال شد و در حدود یک سال زیر ترمیم باقی ماند و پس از آن بود که موضوع فروش و یا اجاره این هواپیمای بزرگ مطرح شد که در نتیجه مدت زیادی در میدان هوایی پاریس زمینگیر شد و شرکت آریانا گذشته از دست دادن بزرگترین فرصت‌های تجارتی مبلغی را به خاطر زمینگیر شدن هواپیما به فرانسه پرداخت. اما برای این هواپیما با مبلغ پیشنهادی شرکت آریانا که 44 میلیون دلار بود خریدار پیدا نشد، بنابراین در ماه جوزای سال 1360
دیسیده از پاریس به کابل آمد و فعالیت های تجارتیش را اثر گرفت. در سال 1361 دیسیده با مشکل دیگری روبرو شد و آن اینکه کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان فدرال، ایتالیا و ژاپن تحریم های اقتصادی را در برابر حکومت افغانستان اعلام کردند و تصمیم گرفتند تا پروازهای آریانا را به کشورهایشان قطع نمایند. این تصمیم یک جانبه به عملیات پروازهای آریانا صدمه جدی وارد نمود و تیاره بزرگ دیسیده ضربه دیگری را متحمل گردید. اما در سال 1362 شرکت آریانا با کمک کشورهای اتحاد شوروی و چکسلواکیا دست به ابتکارات زد و پروازهای لندن را از طریق مسکو و پراگ تنظیم کرد و نیز هواپیماهایی را در این خطوط به چارتر گرفت و نیز موافقه مقامات هوانوردی هندوستان برای اجازه پروازهای آریانا توسط طیاره دیسیده به میدانهای هوایی آن کشور گرفته شد و این زمانی بود که مارکت دبی از نگاه انتقالات تجارتی در حال رونق بود. در این سال آریانا با وجود تحریم های کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا توانست از این هواپیمای بزرگ استفاده اعظمی کند، چنانچه عاید قابل ملاحظه ای را از انتقال مسافران، انتقال کارگو و عملیات حج به دست آورد. در سال 1363 هواپیمای دیسیده در اوج فعالیت بود و به گونه منظم و خستگی ناپذیر به کشورهای آسیایی، اروپایی و نیز دبی و هندوستان پرواز میکرد که در نتیجه شرکت آریانا نیز در مسیر سوددهی قرار گرفته بود. اما در ماه استنبله همین سال بزرگترین هواپیمای افغانستان و منطقه زمانی که از کندهار به کابل می آمد در منطقه للندر کابل مورد اصابت راکت مخالفان دولت قرار گرفت. راکت یک انجن را به کلی از بین برد، اما کپتان ولی محمد که هدایت دیسیده را به دوش داشت خود را نباخت و هواپیما را با یک انجن موفقانه و بدون کدام تلفات جانی در میدان هوایی کابل فرود آورد. اصابت راکت به هواپیما و نشست آن بدون تلفات از واقعات نادری است که در تاریخ هوانوردی جهان به وقوع پیوسته است. اگرچه انجن دیسیده با مصارف شرکت بیمه و شرکت آریانا تبدیل و هواپیما دوباره فعال شد، اما با وقوع این حادثه تشویش بانک مرکزی به مسابقه بانک تضمین کننده قرضه ها اضافه گردید و همین بهانه ای شد برای فروش بزرگترین هواپیمای افغانستان و منطقه که در اوج فعالیت قرار داشت. اما گفته می شود که برای فروش این هواپیمای بزرگ دست های زیادی در پشت پرده کار میکرد و از مدت ها پیش برای فروش آن زمین سازی شده بود. اما ظاهرا به علت مخالفت کپتان سعید بابا رئیس آریانا با فروش هواپیما، فروش آن به تعویق افتاد. ظاهرا پس از فوت کپتان سعید بابا و اصابت راکت به دیسیده، عوامل پشت پرده تلاش هایشان را برای فروش آن افزایش دادند. شایعات وجود دارد که شوروی ها بالای مقامات افغان فشار آوردند تا این هواپیما را به فروش برسانند. این شایعات زمانی بیشتر شکل واقعیت را گرفتند که در سال 1365 دو هواپیمای MTU-154 سه ماشینه روسی بدون کدام آفرگیری به 37 میلیون و 400 هزار دلار از مؤسسه اویا اکسپورت شوروی خریداری شد. از همین رو فشار بالایی از طرف سلطان علی کشتمن صدر اعظم وقت، جنرال محمد رفیع معاون صدر اعظم، مهراب الدین پکتیاوال رئیس عمومی افغانستان بانک و تا اندازه محمد نعیم اجمل رئیس عمومی هوانوردی ملکی و توریسم برای فروش دیسیده شایع شد. حتی گفته می شود که سلطان علی کشمن رئیس شورای وزیران آقای بشریار رئیس آریانا را که پافشاری می کرد تا دیسیده به فروش نرسد از دفتر خود با تهدید خارج ساخت. بالاخره حکومت تصمیم نهایی فروش بزرگترین هواپیمای کشور را گرفت و هیئت را برای فروش آن موظف ساخت. هیئت این هواپیمای بزرگ را که برای شرکت آریانا و افغانستان اعتبار کسب کرده بود به مبلغ 34 میلیون دلار بالای کمپانی بریتش کلودین ایرویز بریتانیا در شهر دبی امارات متحده عربی به فروش رساند. زمانی که هواپیمای دیسیده آریانا از میدان هوایی بین المللی کابل به مقصد دبی برای فروش و تسلیمی پرواز داده شد و در فضای شهر کابل دو دور را به رسم خداحافظی اجرا نمود، آن عده از شهروندان کابل که تا اندازه ای از قضیه فروش آن و اینکه آخرین بار است که این هواپیما را با نام و رنگ آریانا مشاهده می کنند آگاهی داشتند، به رسم ودا با این هواپیما اشک ریختند. اگرچه شرکت آریانا در آن وقت با فروش دیسیده از نگاه مالی بعد از وضع استهلاک زیان نکرد، اما با از دست دادن منبع بزرگ عایداتی یا بزرگترین هواپیما با ظرفیت کافی اعتماد خود را در مارکت بین المللی از دست داد.
زیرا هزاران تن مال التجاره در مارکت های دبی و هندوستان باقی مانده و تجار ملی مجبور گردیدن با تحمیل خسارات هنگافت توسط دیگر مؤسسات هوایی آنها را انتقال دهند. و از طرف دیگر دو هواپیمای بوئینگ 727 آریانا قادر نشدند تا تمام اموال مسافرین را به وقت و زمان آن انتقال دهند. هواپیمای DC-10 یک فرونده آن در افغانستان سرنوشت غم‌انگیز پیدا کرد. یک هواپیمای پهن پیکر 3 موتوره است که 2 موتور آن در زیر بالها و موتور سوم در قاعده 2 آن قرار دارد و می تواند مسافت های متوسط تا طولانی را پرواز نماید. شرکت مکدونالد داگلاس این هواپیما را برای انجام پروازهای دوربرد تولید نمود. شرکت مکدونالد داگلاس در سال 1989 میلادی تولید DC-10 را متوقف ساخت.